عرض ادب و احترام دارم خدمت همینان عزیز و ارجمندم، بینندگان عزیز. در این سفرنامه های اسلامی از یک جزیره یاد شده به نام صقلیه در پای دریای روم، یعنی همین دریای مدیترانه، که در اونجا شهر بود به نام بلرم، که در شهر بلرم هر صاحب خانه خودش دارای یک مسجد، یعنی خانه یک مسجد هم داشت، هیچ کس حاضر نبود در مسجد دیگری نماز بگذاره. این مسابقه گذاشته بودم، از مردم پرسیده بودم این جزیره کدام جزیره است، یه نفر مثل که جواب درست داد، سیسیله، جزیره سیسیل. اون بلرم هم اون پالرموست، یعنی پایتخت سیسیل. و در اینجا بله، در دوره‌ای که مسلمان‌ها مستولی میشند و اینجا رو فتح میکنن، قرار بر این میشه که هر خانه برای خودش یک مسجد داشته باشه، یعنی اختلافات در این ابعاد و اندازه بوده. پالرمو صحنه درگیری های مذهبی بین مسلمان با مسلمان، که بعدا البته دیگه بعد رومی ها میاند و عرب رو بیرون میکنند، ولی هنوز آثار تاریخی مربوط به اون دور و اون زمان در پالرمو یا بلرم به قول عرب برجاست. خب دنبال میکنیم گفتگوونو با کی؟ با دکتر اسماعیل نوریا. دکتر شخصیت های جالب دوران و روزگار ماست، تجربه کرده خودش این سیر تحول و تطور در ادب و فرهنگ رو طی این 40-50 سال اخیر، با بسیاری از نویسندگان و شاعران برجسته ما هشت و نشت داشته، با اونها دوستی داشته، در نتیجه خوب آشناست با وجنات روحیه و با فضای روشنفکری دوران پیش از انقلاب. و خیلی هم سپاسگزاریم از تمام کسانی که اظهار محبت کردند و نسبت به این برنامه اظهار علاقه. آقای دکتر نوریالای عزیز، درود بر شما. من هم سلام میکنم خدمت شما و همکاران و بینندگان شما. حال شما خوبه؟ به مرحمتتون بد نیستم. سکا خانم اقداس منوچهری، مادر نازنین دکتر اسماعیل نوریالا، وصیتی کردن من رو به نوریالا سپردم عنوان برادر، و قرار شد که ایشون تا آخر عمر مواظب ما باشه عنوان برادر بزرگتر. به خاطرتون که هست؟ بله البته. الان هم اگر که روی سایت شخصی من برید و عرض کنم که در اونجا یک صفحه ای هستش راجع به شرح حال خودم، در بالاش یک پیوندی وجود داره به یه صفحاتی راجع به مادرم، و در بالای اون صفحات هم اون ویدیویی که در روز مرگ ایشون شما اجرا کردید اونجا هست. آه. و همیشه هر کی اون صفحه رو میبینه از زبان شما وصف ایشون رو میشنوه. یکی از شخصیت‌های جالب روزگار، زنان جالب روزگار، نخستین خلبان، قلمان زن در ایران، خیلی پیشتاز، پیشرو، و جالب از نظر سیاسی درست نقطه مقابل دکتر نوریالا. به هم دکتر به هم بحث جر و بحث هم می‌کردی؟ بله، ایشون منو زیاد نصیحت می‌کردن در این مورد. همینجا فقط صدای دکتر نوریالا از اونجا به گوش من میرسه، اینجا من ندارم صدا. امیر درخشانم هدایت برنامه رو به عهده داره. خب به خاطرتون هست که ما رو تا کجا هدایت کردید آقای نوریالا بار قبل؟ بله بله، عرض کنم که ما به اونجا رسیدیم که بنده و آقای هوشنگ وزیری و آقای عرض کنم که داریوش آشوری رفتیم به دیدن تیمسار مقدم که بله بله. رئیس ساواک تهران، عرض کنم که، و در اونجا ایشون مطالبی رو راجع به این که شماها وطن پرستید و بیایید من براتون بگم که منافع ملی چیه و خودتون اصلا نظر بدید و غیره، گفتن که آقای هوشنگ وزیری که ما تصمیم گرفتیم از جانب ما سخن بگه، اسم نادر ابراهیمی هم یادم رفت، عرض کنم که به ایشون گفتش که همطور که اطلاع دارید، عرض کنم یه 2 سالی از کانون نویسندگان تعطیل شده و ما نمایندگی از جانب کسی نداریم و باید بریم با بقیه دوستانمون صحبت کنیم نتیجه رو خدمتتون بگیم. ایشون هم گفتن باشه، مانعی نداره، کی با من تماس میگیره؟ همه گفتن که
نوریالا چون مسئول امور اجرایی قانون بوده در همه این سالها، ایشون با شما تماس خواهد گرفت و بعد قرار شد که چگونه این تماس برقرار شد. تیمسار به آقای عرض کنم که فیروز شیروانلو گفتش که شما اون شماره منو بدید به ایشون، شماره مستقیم منو بدید به ایشون تا ایشون نتیجه رو به من بگیم. و خداحافظی کردیم و از اتاق آمدیم بیرون و من نمیتونستم باور بکنم که 5 سال دیگه عکس جسد تیرباران شده تیمسار مقدم رو در روزنامه ها خواهم دید. چطور رویه داشت؟ یه رویه شدیدم، رویه آدم اصلاح طلبی بوده. بله میگم من که بیشتر از چه میدونم یه نیم ساعت سروبی که ایشون رو در زندگی ندیدم، ولی دیگران میگفتن که ایشون میل به یک اصلاحاتی داره. در اون جلسه هم که با ما داشت از روش های پیشین ساواک انتقاد میکرد و میگفتش که مثلا رفتارشون با کانون نویسندگان درست نبوده و اینها. به هر حال ما آمدیم بیرون و در طول راهی که برمیگشتیم به دفتر آقای فیروز شیروانلو بحث بین ما در گرفت و برای من جالب بود که در بین ما 4 نفر کسی که بسیار حرفهای تیمسار رو پسندیده بود و فکر میکردش که باید جدی بگیریمش هوشنگ وزیری بود، در حالی که ماها زیاد عرض کنم که به هیجان نیامده بودیم و خیلی هم گاهی شاید دلخور شده بودیم از اینکه ایشون در واقع میگوید که نویسندگان ایران بیایند و مشاور ساواک بشن. و خب فضا هم فضای سال 52 فضای چندان جالبی نبود. عرض کنم که دستگیری نویسندگان، نمیدونم تیرباران نویسنده، تیرباران عرض کنم که کشتن بقیه مخالفین و غیره، خیلی فضای بدی رو ایجاد کرده بود که اصلا تصور این که آدم بره مثلا با ساواک همکاری بکنه خنددار می آمد. اتفاقا همینجا یه نکته جالبی رو که بگم که سالها بعد که انقلاب شد و ما از ایران آمدیم و اینها، در لندن که بودیم خب عده‌ای از دوستان روزنامه‌نگار فرنگی هم داشتیم و یک شبی در منزل خانم میرزادگی، اون موقع ما با هم ازدواج نکرده بودیم، مهمانی بود و چند تا از این دوستان هم اونجا بودن، این بحث پیش آمد که آیا در مطبوعات مثلا انگلیسی هم یک دو نظارتی وجود داره یا نه. و یکی از اون نویسندگان برگشت و گفتش که نظارت و دستور و این حرفا وجود نداره، ولی ما جلسات مرتبی داریم با مقامات وزارت خارجه و امنیت و این حرفا و اونها ما رو بریف میکنن، یعنی به ما میگویند که چه اتفاقاتی داره در کشور میفته و در نتیجه ما با توجه به مصالح ملی و منافع ملی خودمون یه مطالبی رو مینویسیم، بعضی ها رو نمینویسیم. و من دیدم این مدلی که تیمسار مقدم اون موقع برای ما ترسیم کرده بود خیلی شبیه این چیزیه که این آقا میگه. به هر حال من رفتم به دیدن آقای بهازین که به من گفته بود که حتما بریم ببینید که اینا چی میگن و چی میخوان. من هم عین ماجرا رو برای آقای بهازین تعریف کردم و ایشون گفتش که خب این یه موقعیتیه برای ما و بهترین جوابی که میشود به ایشون داد این است که بهش بگید که ما پروندهمون رو فرستادیم به شهربانی برای اینکه کانون نویسندگان به عنوان یه واحد صنفی عرض کنم که ثبت بشه و در نتیجه کافیست که شما اون پرونده رو به جریان بیاندازی و بعد ما عرض کنم که یک مجمع عمومی از اعضای کانون که این 2-3 سال پراکنده شده اند تشکیل بدیم و در اونجا اون شورای هماهنگی یا هیئت دبیرانی که تشکیل میشه راجع به پیشنهاد شما هم تصمیم خواهد گرفت. که عرض کنم بنده آمدم بیرون از خونه اون و خیلی چیز بودم، تنس بودم به اصطلاح، که
حالا من تلفن بکنم به رئیس ساواک تهران و اصلا قضیه چجوری میشه و اینها. به هر حال دارو به دریا زدیم. وقتی که برگشتم به سازمان برنامه که اونجا کار میکردم، تلفن رو برداشتم و شماره رو گرفتم. خود تیمسار گوشی رو برداشت و من هم خودم رو معرفی کردم، گفت بله 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 خاطرم هست و اینا، همین پریروز اینجا تشریف داشتید و خب چی شد، و با یه اشتیاقی میپرسید که چی شد. من هم اینم حرفایی رو که آقای بهازین زده بود برای ایشون بازگو کردم که الان کانون نویسندگانی وجود نداره، پرونده در شهربانی به صورت راکت وجود داره، دستور بفرمایید که پرونده مجددا فعال بشه و ثبتش بکنید این کانون رو، ما بلافاصله مجمع عمومی رو تشکیل میدیم، انتخابات میکنیم و هیئت دبیران جدید به مطلب شما رسیدگی خواهند کرد. حرفای من مثل که مثلا یه سطل آبی رو رو سر ایشون ریخته باشن، هی میگفت بله 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 و دور میشد صداش و بالاخره گفت بسیار خوب، پس حالا بعدا یه اعدامی خواهیم کرد و خداحافظی کرد و گوشی رو گذاشت. و دیگر عرض کنم که مطلبی در این میانه مطرح نشد. اما این ماجرا یه ماجرای جالب دیگری را آفرید که شاید برای عرض کنم که کسانی که به تاریخ کارون نویسندگان و نویسندگان ایران علاقه ای دارند شاید جالب باشه، و اون اینه که 4 سال بعد که من سال بعد از اون دیدار عرض کنم که در 1353 دیگه رفتم به لندن برای ادامه تحصیلات خودم، اما هر ساله تابستونها برمیگشتم ایران و عرض کنم که با دوستان در ارتباط بودم، دیگه از کانون نویسندگان هیچ خبری نبود. که در سال 56 بنده در لندن بودم که شنیدم که بچه ها عرض کنم که به کمک چند نفر از جمله آقای اسلام کاظمیه و آقای حاج جوادی کانون نویسندگان رو دو مرتبه فعال کردن. من در سال عرض کنم که 57 که رسیدم به تهران تابستان، شنیدم که تیمسار مقدم این بار شده است رئیس کل ساواک ایران. درست. و خب رفتم یه سری زدم به دوستانم در سازمان برنامه و این حرفا. به یکی از دوستانم هم گفتم که این تیمسار مقدمی که رئیس ساواک شده رو من دیدم. ایشون ما رو دعوت کرد برای اینکه ما کانون نویسندگان رو فعال بکنیم و خلاصه داستان رو براش تعریف کردن. بعد 2 روز بعد آقای محمدعلی سپاندو به من تلفن کرد و گفتش که این کانون نویسندگانی که 2 مرتبه تجدید حیات کرده، هیئت مدیرش میخواهند که با شما ملاقاتی داشته باشه. کجا؟ گفت در منزل خود من. بنده برنج شدم و رفتم به منزلشون و دیدم بله، آقای کسرایی، آقای بهازین، آقای عرض کنم دیگه کیا بودن، الان خود سپاندو هم بود، آقای فریدون آدمیت هم بود. بعد سلام علیکی کردیم و این حرفا، و آقای بهازین هم گفتن که بله، در اون دوران اول این کانون نوریالا خیلی فعال بود و غیره. بعد سکوتی برقرار شد و مثل که همه منتظر بودن یک حرفی بزنن. آقای بهازین گفتش که آقای نوریالا، من یک سوالی دارم، خواهش میکنم که شما صریحا پاسخ من رو بدید. گفتم خواهش میکنم، بفرمایید. گفتش که آیا اخیرا ساواک با شما تماس گرفته و شما رو مأمور کرده که بیایید و در کانون نویسندگان عملیاتی انجام بدید؟ من ماتم بردش، همینطور نگاه کردم و گفتم من تازه یه هفتم نیستش که از لندن آمدم و با کسی ملاقاتی نداشتم. ایشون گفتش که نه، خوب فکر کنید ببینید، چون به شدت به ما خبر رسیده است که تیمسار مقدم رئیس ساواک شده و شما رو مأمور به کارهایی کرده است. من یه مرتبه این اسم تیمسار مقدم من رو به یاد عرض کنم که اون ماجرا انداخت. آقای باقر مؤمنی هم در اون جلسه بود
که خب از نویسندگان کمونیست بود و عرض کنم که مواضع خیلی انقلابی داشت. ببخشید و... آقا هنوز کیانورینا احسان تبریان برگشته بودن به ایران یا هنوز نه؟ نخیر هنوز انقلاب نشده. هنوز نیومده. بله. عرض کنم سال 57 تابستان 57 یعنی 5 6 ماه مونده به انقلاب. من یهو خندم گرفت و گفتم که برای که حمله ها بیشتر از جانب آقای مومنی میشد به آقای مومنی گفتم که آیا این اطلاعات رو فلانی که تو سازمان برنامه کار میکنه به شما داده؟ فلانی کی بود؟ اینه که همون کسی که من رفته بودم سازمان برنامه و دیده بودمش و داستان 5 سال پیش رو براش تعریف کرده بودم دوست آقای باقر مومنی بود و رفته بود به ایشون گفته بودش که نوریالا صبح آمده بودش دفتر من و گفته بود که با تیمسار عرض کنم که ملاقات داشت و ایشون یک مسئله رو راجع به کار نویسندگان گفتن. اون آقا کی بود؟ اون آدم کی بود؟ میشه اسمش بود؟ نمیدونم لازم اسم چون جزء نویسندگان و اینا نبود. نبوده از... نه پس نگ یکی از مدیران نه. سازمان برنامه بسیار عرض کنم که من خندم گرفت و همه تعجب کردن که من چرا دارم میخندم و من گفتم آقای بازین شما مگه خاطرت نیست که 5 سال پیش این تیمسار رئیس عرض کنم ساواک تهران بود و عرض کنم آمد و ما رو دعوت کرد و بعدم من بعد از ملاقات با او آمدم خدمت شما و مطالب رو به شما گفتم. یک مرتبه مجناتش باز شد و خیلی خوشحال و برگشت به آقای مومنی گفتش که من که گفتم که نوریالا نمیتونه در این جهت حرکت بکنه و قضیه گذشت. خب ولی من همینطور شنیدم که این شایعه همینطور توی بچه های کانون نویسندگان و احتمالاً بیرون از کانون نویسندگان داره میگرده که نوریالا با تیمسار مقدم قرار داشته و با هم توافقاتی کردند و اینها. در حدود 4-5 روز بعدش مجمع عمومی کانون نویسندگان در خانه آقای هوشنگ گلشیری عرض کنم که تشکیل شد و هر دفعه که جلسه تشکیل می شد یعنی هر هفته جلسه داشتن و همه جلسات هم در خونه آقای هوشنگ گلشیری تشکیل می شد. معمولا بعد از جلسه هم ما 2 طبقه بالا می رفتیم به خونه آقای داروش آشوری و اونجا دیگه بقیه شب رو دوستان نزدیکتر به هم با هم میگذروندیم. ببخشید آقای نوریالا، در بین این مجموعه کسانی که در اون جلسات بودن چهرهایی هم بودن از خانم ها، خانم های نویسنده که عضو کانون باشن یا نه؟ بله بسیار بودن. کیا؟ ممکن اسم ببرید؟ عرض کنم که خانم ناطق بود. هما ناطق؟ بله بله بله. خانم سیمین بهبهانی بود. سیمین بهبهانی اینا همه در این دوره دوم آمده بودن عضو کانون شده بودن. قبلش نبودن. مهرانگیز کار بود؟ نه خیلی مهرانگیز کار هرگز با کانون نویسندگان و اینها تماسی نداشت و کاری نکرد. عرض کنم حضورتون که در اونجا صحبت شدش که خب امروز رئیس جلسه کی باشه. همه گفتن که این نوریالا که سابقه ای در کانون داشته و حالا هم از اروپا آمده ایشون رو رئیس جلسه اعلام کنیم. بند شدم رئیس جلسه و بعد دیدم خیلی بهترین موقعیته که مسئله رو مطرح بکنم و داستان رو برای اعضای کانون نویسندگان به تفصیل شرح دادم و گفتم که این آقای مؤمنی مثل اینکه هنوز قانع نشده است که داستان این گونه بوده است که من میگویم و در نتیجه در اینجا باید تکلیف روشن شه. اگر که ایشون بتوانند ثابت بکنند که بنده با ساواک ارتباطی دارم خب اصلا منو اخراج بکنید از کار نویسندگان، ولی اگر که نتوانستند جز آنچه که من میگویم شواهدی رو بیارن حق این است که همینجا از من معذرت بخوان. که آقای عرض کنم که مومنی هم عذرخواهی کرد و گفتش که یک سوء تفاهمی پیش آمده و برای من ثابت شده که چنین نیست. و به هر حال در این جلسات کانون نویسندگان در اون تابستان 57
بود که من ملتفت شدم. اینها یک تصمیمی بین خودشون گرفتن و اون اینکه کسانی رو که با دستگاه با رادیو تلویزیون به خصوص همکاری کرده بودند این بار اجازه ندند که بیایند به کانون نویسندگان، یعنی پاکسازی کنند. که من خدمتون عرض کردم که مثلا نادر نادرپور، اخوان سالس، منوچهر آتشی و چند نفر دیگه ای، نادر ابراهیمی. بله، نادر ابراهیمی. شما خیلی مقطع میاد. من اصلا گفتم نادر ابراهیمی، ببخشید، گفتم احتمالا نادر ابراهیمی که از کسانی که قرار بود پاکسازی بشن. بله بله، نادر ابراهیمی رو دعوت نکرده بودن که من اون ماجرا رو خدمتتون عرض کردم که نادر رو در جلوی دانشگاه دیدیم و رفتیم صحبت کردیم و او گریه میکرد و خیلی ناراحت بود که کنارش گذاشتن و به شدت از دوستانش عصبانی بود. خب اونایی که کارمند بودن، تقریبا اکثر کسانی که عضو کانون بودن با اینکه نویسنده های سرشناسی بودن اغلب کارمند دولت بودن، مثلا خود شما در سازمان برنامه بودجه. البته. خب به اونها چی؟ نه، اینا گرفتاری از روز اولی که کانون تشکیل شد با رادیو تلویزیون بود. فقط با رادیو تلویزیون. و میگم به طور حتی یه بحثی که در گرفت در کانون نویسندگان در همون سال 47 منتهی به این شد که نویسنده های عضو کانون میتونن برن با رادیو همکاری کنن ولی با تلویزیون نباید همکاری کنن. عجب عجب، این خیلی به شدت این اعمال میشدش. جالبه. و در واقع در اون فاصله سال 50 تا 57 بود که دیگه چون کانون نویسندگانی وجود نداشت، بخشای عمده ای رفتن به تلویزیون که شاید اولینش گدولا رویایی بود. درست. که شد رئیس حسابداری تلویزیون و عده زیادی رو با خودش به تلویزیون برد. رادیو چی؟ رادیو من زیاد اطلاعی راجع به رادیو ندارم. من چون مثلا آقای حاج سجوادی به خاطر باز که در رادیو برنامه داشتن، من نمیدونم. عرض میکنم من از سال 53 که اولا از ایران آمده بودم بیرون، داشتم در لندن درس میخوندم. بل. و اطلاعی ندارم. ولی مثلا در سال 46 من یادمه که در رادیوی تهران، چون یه رادیو ایران داشتیم یه رادیو تهران، درسته، در رادیو تهران زنده یاد ایرج گرگین یه برنامه‌ای داشت به نام صدای شاعر. درست. و بعد از اینکه او از اون برنامه رفت که بره کانال دوی تلویزیون رو راه بندازه، مرحوم داوود رمزی شد رئیس این برنامه. او هم چون مشغلش زیاد بود به من پیشنهاد کرد و من در حالی که عرض کنم که عضو کانون نویسندگان سال 47 بودم و عضو عرض کنم هیئت دبیرانش و منشی کانون بودم، برنامه صدای شاعر رو از داوود رمزی تحویل گرفتم. آه. و هیچ کس هم به من اعتراضی نکرد که تو چرا این کار میکنی، برای که همکاری با رادیو رو توافق کرده بودن که ایرادی نگیره. یک نکته جالب آقای نوری علا، حالا حرف میاره، این که با اینکه اغلب دوستان ما در دستگاه دولتی کار میکردن، در نهادهای دولتی حقوق بگیر بودن، ولی هرگز دستگاه متوسل به این نشد که اونها رو از این بابت زیر فشار بگیره، بگی نونتون رو قطع میکنم اگر مثلا قرار باشه که در فلان تشکیلات یا کانون مثلا نویسندگان باشید. از این نظر نباید یه پوهن خوب داد به اون حکومت؟ خیلی جالبه. ببینید مثلا خود شما هرگز از این نظر مورد تهدید قرار نگرفتید یا بقیه؟ نه، من هرگز مورد تهدید قرار نگرفتم، هرگز منو صدا نکردن و هرگز کار شغلی من هم تهدیدی نشد. ولی فقط نیست، بقیه هم همین بودن، هرگز از نظر شغل. بله، من یادم همین حرف رو عیناً نادرپور اون موقع میزد. آها. نادرپور خب توی وزارت فرهنگ و هنر شغل خوبی داشت. درسته. و میگفتش که جالبه که هیچ کدوم اینها با همه مخالفت هایی که ما میکنیم با ما کاری ندارن. دقیقا. میگم اسناد کانون نویسندگان که بعد از انقلاب به صورت چیز منتشر شد، ببخشید یادم رفت بودی خاموش کنم، اینم جزء طبیعت به صورت یک کتابی منتشر شد. بله. اونی که میخونید ببینید که اینها در ساواک تمام فکر و ذکرشون راجع به آل احمد بود و دکتر ساعدی
و شاید مثلا بعدیش هم بهرام بیضایی، در حالی که اصلا کانون نویسندگان به دست اینها اداره نمیشد. جالب. بیشتر کارها به دست ما جوانترها انجام میشد، مثل من، مثل سپانلو، ارشکان و دیگران. و یکی دیگه از چیزهای جالبی هم که بنده اخیرا خوندم، یعنی یه نفر بعد از شنیدن این برنامه های من و شما از ایران برای من فرستاد، این بودش که نمیدونم شما آقای احمد اللهیاری رو میشناسید، یادتون هست؟ بله، احمد اللهیاری از شاعرای جوونی بود که پنجشنبه ها که من در مجله فردوسی یک مجلس مثلا گفتگوی با شاعران رو داشتیم، میامد اونجا. بعد یواش یواش راهش به کافه فیروزم باز شد و بعدم که کانون نویسندگان درست شد، او و عده‌ای مثلا یه دو ماه بعدش، سه ماه بعدش آمدن پیوستند به کانون نویسندگان، آدمایی مثل مثلا مهدی اخوان لنگرودی، دکتر نوریزاده خودمون، اینها در اون سری جوانترها بودن که آمدن. ایشون عرض کنم که گویا بعد از انقلاب میپیونده به دستگاه انقلابیون و گیره اونها میشه و بعد هم یک کتاب خاطرات خودش رو منتشر میکنه که اون دو سه صفحه‌ای که مربوط به بنده میشد رو عرض کنم که اون دوست از ایران برای من ایمیل کرده بود، اسکن کرده بود و ایمیل کرده بود. در اونجا آقای اللهیاری میگوید که بخشی از نویسندگان ایران عرض کنم که با دستگاه همکاری نزدیک داشتن و به خصوص از طریق دفتر شهبانو تغذیه و تقویت می شدن. و بعد از منو، یعنی گفته است که فیروز شیروانلو از منابع مربوط به دفتر شهبانو پول می گرفته می داده به نوریالا و نوریالا اون رو بین نویسنده ها تخت که من فکر کردم که این حکومت اسلامی واقعا به کجا کارش کشیده که به این نوع عرض کنم که دروغ ها متوسل میشه. خب تا همینجا رو داشته باشیم امیانانم، پس فردا ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر اسماعیل نوریالا، پارت نمیدونم چندومه، 19 همه دقیقا، شما 19 همه، 19 همه قسمت نیست؟ 18 همه، 18 همه قسمت. بنابراین خواهش میکنم که بگیری بفرمایید، نظری داشته باشید، منتظر دریافت نظرات شما هستید. دکتر نوریالای عزیز فعلا من به شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم، روز بر شما خوش. روز بر شما.